هافکای کناری خیلی مهمن آقای اسماعیلی که اضافه بشن، و مخصوصا مهاجم سایه که پست ده هستش. اینا اگر باید ببینیم که حالا پیکان چقدر به اینا فضا میده در این سیستم که بایستی که طراحی بشه، بازی عرض داده بشه و بتونن که جناحین اشغال بکنن، چقدر به اینا فضا میده. فرهاد مجیدی که مهاجم سرعتی هستش چقدر میتونه که از اون فضایی که بهش میدن بین رحمان رضایی و الونگ استفاده بکنه. سپاسگزار جناب پناهگر. بازی آغاز شده. محسن قهرمانی سود آغاز بازی رو به صدر آورده. در بین دو نیمه در خدمت شما خواهیم بود. بازی باید دنبال بشه، اما در تیم فوتبال پیکان امروز حمید علی دوستی ابراهیم میرزاپور رو در چارچوب دروازه خودش قرار داده. الونگ حسن اسلامی، علی قربانی، رحمان رضایی، محمود پور اسدالله، میثم رضاپور، جهانگیر عسکری، جونیور ارناندز، مجید خداوندلو و علیرضا عباسفرم 11 بازیکن ثابت تیم فوتبال پیکان هستند. جا داره که من عذرخواهی بکنم از شما بینندگان عزیز به علت گرفتگی صدا، امیدوارم که بر من ببخشید این ایراد رو. دنبال میکنیم گزارش بازی رو که بازیکنان پیکان با خطا البته توپ راست ایتالیا گرفتن و داورم اعلام خطا میکنه برای این چهره بازیکن سابق تیم فوتبال پیکان که بازگشتی رویایی داشت به ترکیب استقلال پس از اون مسئولیت طولانی مدتی که از ابتدای فصل گریبانگیرش شده بود. موفق شد که گل سوم استقلال رو در پیروزی هفته گذشته این تیم مقابل استیلازیم به ثمر برسونه. در همین ابتدای کار هم یه مشکلی برای یکی از بازیکن‌های استقلال پیش میاد که داور مسابقه دستور میده تا رانکارد وارد زمین بشه و بازیکن مصدوم رو به خارج از زمین منتقل بکنن. یک لحظه چهره پرویز مظلومی رو دیدی در تصویر. جدال مربیان این دو تیم جدالی است بین مهاجمان برتر فوتبال کشورمون در دهه 60 که هر دو از بهترین های فوتبال ما بودن و البته در عرصه مربیگری هم این چهره هم کمی الان در تصویر دیدید حمید علی دوستی و پرویز مظلومی تونستن تا حدودی شایستگی خودشون رو به اثبات برسونن. بازیکن مصدوم رو به خارج از زمین منتقل میکنن. به نظر میرسه که اسماعیل شریفات بود که اونجا احساس ناراحتی میکرد و از زمین مسابقه خارج میشه. داور اشاره میکنه به صادقی که توپ رو عقبتر بکنه و بازی رو آغاز بکنه. خود امیر حسین صادقی با سری بالا توپ رو میفرسته اون طرف برای سید صالحی و یک اوت رو تقدیم میکنه به استقلالی ها. الانگ پرتاب رو بازیکن استقلال انجام میدن، خیلی سریع این کار رو انجام میدن. خود ایمان مبعلی با پشت پا برای امیرآبادی ارسال به درون محوطه جریمه، فرصت برای استقلال و توپی که اونجا به هر شکل ممکن از دست میره برای استقلالی ها و ابراهیم میرزاپور توپ رو در اختیار میگیره. ضربه بلند ابراهیم میرزاپور، امیرآبادی توپ رو با سر برمیگردونه. سید صالحی، امروز آقای پرویز مظلومی با سمارش برهانی رو نیمکت قرار داده و ترجیح داده تا از سید صالحی استفاده بکنه. حالا اینکه در ادامه از او استفاده خواهد کرد یا نه رو باید منتظر بشیم و ببینیم. فرصت برای استقلال، عذر میخوام، فرصت برای پیکان بود که اونجا ضربه خداوندلو بلوکه میشه. مبلی دفع ناقص رحمان رضایی لب خط، اونجا بازیکنان دو تیم درگیر هستن، حسن اسلامی و اسماعیل شریفات که خطای حسن اسلامی رو داور مسابقه اونجا اعلام میکنه. البته کمک داور دوم محسن قهرمانی که امروز یک بار دیگه ببینیم تصویر راسته رو که فرصت خوبی از دست رفت برای بازیکنان تیم فوتبال استقلال. امروز محسن قهرمانی رو در امر قضاوت سعید علی نژادیان و بابک داوری به همراه داور چهارم که موسی رضا ارغوانی است همراهی میکنند. جالب بدونید که اولین قضاوت محسن قهرمانی است در طول لیگ در این دیدار. تا حالا محسن قهرمانی در این یک دهه که لیگ گذشته این بازی رو قضاوت نکرده بود و اولین بار است که جدال پیکان و استقلال رو داره قضاوت میکنه. بازیکنان استقلال در سمت راست مبعلی صاحب توپ هستن. پرتاب برای پیکانی ها خواهد بود. حسن اسلامی که توپ رو اونجا پرتاب بکنه، این هم چهره مهاجم خطرناک تیم فوتبال پیکان، جهانگیر عسکری که بازیکن خوب و با انگیزه است و باید مراقب حرکات تند و تیز این بازیکن باشم. مدافعین تیم فوتبال استقلال 5 دقیقه بازی سپری شده، حساب کار همچنان 0-0 مساوی است.
سلامی هم دارم خدمت هموطنان خارج از کشورمون که از طریق شبکه جهانی جام جم دارن این بازی رو تماشا میکنن. امیدوارم هر جا که هستن پیروز و سربلند باشن. جونیور در سمت راست خط دفاعی استقلال و سمت چپ خط حمله پیکان، ارسال به درون محوطه جریمه، به دنبال توپ اونجا جهانگیر عسکری است، فریب میده لازم مدافع مقابل خودش رو، خود جهانگیر عسکری میخواد عبور بکنه از امیرآبادی که اجازه کارو بهش نمیده اونجا مهدی امیرآبادی و توپ رو به بیرون میزنه. مورد اعتراض عباس فرام واقع میشه جهانگیر عسکری. باز هم جهانگیر عسکری همچنان صاحب توپ، باز هم امیرآبادی موفق تر از روز همچنان توپ رو نگه داشته و حالا دیگه توپ از خط ارزی عبور میکنه و به بیرون میره. سعید علی نژادیان پرچمش رو بالا میبره به علامت توپی که از خط خارج شده. تالبلو باید بازی رو آغاز بکنه. پیکان از ابتدای فصل با یه سری مشکلات درگیر بود، نتونست اونطور که باید نتیجه لازم رو بگیره. محمد احمدزاده که برکنار شد و حمید علیدوسی که به پیکان اومد و میشه گفت یه جورایی پیکان رو تونسته جمع جور بکنه، هرچند که پیکان هنوز خطر سقوط رو احساس میکنه. فرصت در بازیکن تیم فوتبال پیکان هست. رضاپور یه لحظه عبور میکنه بین سه بازیکن و توپش رو برمیگردونه بازیکن استقلال. جونیور شریفات بازیکنی که برای بازی مقابل تیم ملی فوتبال روسیه توسط علی منصوریان به تیم ملی فوتبال کشورمون دعوت شد اما فرصت حضور در میدان رو به اون نداد منصوریان، هرچند که موبلی دقایقی تونست در ترکیب قرار بگیره. فرصت برای بازیکن استقلال هست. شریفات در سمت راست میتونه ارسال بکنه، فرصت برای تیم فوتبال استقلال و ارسال خطرناک شریفات به دهانه دروازه و مجیدی موفق نشد توپ رو کنترل بکنه و به اون ضربه بزنه و فرصت خطرناک دیگری برای استقلال از دست رفت. موبلی میره که توپ را ارسال بکنه روی دروازه. دو خطر جدی داشتن بازیکنان استقلال در همین ابتدای کار، یک بار فرصتی که سید صالحی از دست داد و این بار هم فرصتی دیگر که مجیدی نتونست اون رو تبدیل به موقعیتی خطرناک تر بکنه. ببینیم موبلی چگونه توپ را ارسال خواهد کرد. نگه میداره بازی رو آیه قهرمانی، تذکر میده اونجا به الونگ و عمرانزاده که یارگیری منتومه رو داره اونجا با هم انجام میده. ارسال خطرناک، ضربه ای سری که میزنه اونجا پژمان منتظری و تو بالای دروازه به بیرون میره. تو رو از کنار دروازه دوباره به گردش در بیاره اونجا ابراهیم میرزاپور. اسلامی رضاپور صاحب توپ هست، خود میثم رضاپور رو به قبری مدافع کهنه‌کار پیکان رحمان رضایی. جالب نیست ضربه رحمان رضایی، توپ رو باز هم بازیکن استقلال میگیرن. فیلیپ آلوز در میان میدان، موب علی باز هم خوب را میندازه اون طرف اسماعیل شریفات رو، ببینیم به توپ میرسه یا نه به کنترل مناسب. حالا فیلیپ آلوز ارسال زمینی این بازیکن و برگشت توسط پور اسدالله. جهانگیر عسکری در بین دو بازیکن میخواد عبور بکنه از آشوبی که با خطا رو متوقف میکنه. این چهره نهمین دقیقه از زمان مسابقه هم سپری شده و حساب کار همچنان 0-0 مساوی است. تمام بازی های هفته 22 لیگ برتر فوتبال کشورمون همین امروز برگزار خواهد شد. در قم سبا میزبان فولاد خوزستان خواهد بود، مثل کرمان پذیرای سیلازین هست و تراکتور سازی در بوشهر در تبریز میزبان شاهین بوشهر خواهد بود. سایپا در کرج از ملوان انزلی پذیرایی خواهد کرد. ببینیم فرصت رو برای بازیکن تیم فوتبال پیکان. جونیور حالا فرصت داره، بازیکن استقلال باز هم اشتباه و توپی که باز هم بازیکن پیکان از دست میدن. پور اسدالله اونقدر ما استقلال رو با پیراهن آبی دیدیم که مکرر داریم اشتباه میکنیم و هر وقت که توپ دست بازیکنان پیکان از پشت محوطه جریمه ما استقلال یه لحظه به اشتباه تلفظ میکنیم. فرصت برای بازیکنان تیم فوتبال پیکان و باز هم بازی باید از کنار دروازه آغاز بشه. پیکانی که ابتدای فصل با پیراهن فیروزه‌ای
در لیگ حضور پیدا می‌کرد، اما در ادامه این پیراهن راه آبی رو در نظر گرفتن مسئولان این تیم که در واقع میشه گفت که پیراهن اصلی پیکان نیست، اما در این فصل به نظر می‌رسه که تصمیم گرفتن که به عنوان پیراهن اصلی از این پیراهن استفاده بکنن. فیلیپ آلوز، موب علی موفق به کنترل توپ نیست، حالا خود موب علی لحظه اونجا الونگ توپ رو گرفت، خود الونگ با سری بالا نگاه میکنه به اطراف خودش، بده مال توپ عباس فر و پرتابی که برای بازیکنان پیکان شکل میگیره. اونجا امیر حسین صادقی توپ رو به بیرون زد، بازیکنی که سابقه گل زدن در این بازی رو داره و سابقا هم یه گل به خودی زده در دیدار با پیکان و هم موفق شده که دروازه پیکان رو باز بکنه. چهره تماشاگران حاضر در ورزشگاه رو هم ملاحظه می‌فرمایید، متاسفانه باز هم شاهد حضور کمتر تماشاگران هستیم، ورزشگاه پر نشده از حضور تماشاگران فوتبال. موبلی توپ رو به میانه میدان میبره، آشوبی میتونه شوت هم بزنه، فرزاد آشوبی به سمت راست میبره، منتظری حالا نفوذ کرده، خود پژمان منتظری ارسال به درون محوطه جریمه، یه لحظه به نظر رسید که بله پنالتی، پنالتی برای تیم فوتبال استقلال در همین ابتدای کار. اینکه حالا از قصد توپ رو با دست علی قربانی یا خیر حتما در تصویر از آهسته مشخص خواهد شد. ارسال پژمان منتظری به تیر دو و خطایی که اونجا انجام داد علی قربانی، تو برخورد کرد با دستان و داور مسابقه اعلام پنالتی میکنه. فرزاد آشوبی پنالتی زن اول استقلال میره که ضربه رو بزنه و این میتونه خبر خوبی باشه برای تیم فوتبال استقلال، تیمی که هرگز در این ورزشگاه پیروز نشده. ببینیم در تصویر آهسته، بله میشه گفت که از قصد دستش رو بالا آورد و به توپ ضربه زد علی قربانی و با علم به این که توپ میتونست به سید صالحی برسه دستش رو بلند کرد و به توپ زد و پنالتی میشه گفت که صحیح بود. حالا فرزاد آشوبی پشت توپ قرار گرفته، میتونه استقلال رو در 13 دقیقه مسابقه صاحب گل بکنه. آشوبی و توی دروازه، گل برای استقلال در 13 دقیقه مسابقه. پیکان قزوین 0 استقلال تهران 1. نوید یک بازی جذاب و دیدنی رو میده این گل، امیدواریم که به همین شکل هم باشه و تماشاگرانی که حاضر در ورزشگاه هستن و شما بینندگان عزیز پایگیرنده هاتون بتونید از تماشای این بازی لذت ببرید. آشوبی چهارمین گل خودش رو در این فصل به ثمر میرسونه برای استقلال و پیکان که باید تلاش بکنه تا این گل رو جبران بکنه. رقابت در پایین جدول بسیار حساس‌تر از بالای جدول هست. باید ببینید که واکنش پیکانی‌ها نسبت به این گل چگونه خواهد بود. توپ در اختیار وحید طالبلو قرار گرفته. ضربه بلند طالبلو به زمین تیم فوتبال پیکان. اونجا برگشت توپ توسط الونگ. آشوبی آلوز اشتباه میکنه، آلوز باز هم خود فیلیپ آلوز یک ضربه ناامید کننده از این بازیکن برزیلی و توپ که بالای دروازه به بیرون میره. سری بازی رو آغاز میکنن بازیکنان پیکان. اسلامی یه لحظه قاطی میکنن اونجا با هم بازیکنان پیکان، باز هم فرزاد آشوبی توپ رو در اختیار داره، رو عقب برای پژمان منتظری. میثم رضاپور از زمانی که پیکان به شهر قزوین اومده بازی های این دو تیم در این ورزشگاه 1-1 شده. در لیگ هشتم در دیدار برگشت استقلال در این ورزشگاه با تساوی 1-1 مقابل پیکان متوقف شد. دیدار برگشت فصل گذشته در لیگ نهم هم با تساوی 1-1 به اتمام رسید. ما
منتظر رو عقب برای آشوبی، تکل بلند پور اسدالله، توپ رو در اختیار جونیور قرار میده. عباس فر راه میندازن اون طرف، مجید خداوندی رو میتونه خطرناک باشه این فرصت برای استقلالی ها که اونجا پوشش مناسب توسط صادقی صورت میگیره. آشوبی صحبت میکنه کنار زمین حمید علیوسی با بازیکنانش، کاری که معمولا سیامک رحیم پور انجام میده و حالا خود علی دوستی به کنار زمین اومده و با بازیکنان خودش صحبت میکنه. کمتر اینقدر عصبانی دیده بودیم حمید علی دوستی رو، مربی محجوب و با اخلاق تیم فوتبال پیکان. صادقی، شریفات، به هر شکل ممکن توپ میرسه به بازیکنان استقلال ولی باز هم بازیکنان پیکان توپ رو در اختیار دارن. یه پاس بلند برای جهانگیر عسکری، خطا نیست و توپ در اختیار طالبلو قرار میگیره. آشوبی، ترجیح داده شده به کیانوش رحمتی در این مسابقه و برخلاف بازی گذشته مقابل سیلازین از او در ترکیب ثابت خودش استفاده کرده پرویز مظلومی و گل رو هم که به ثمر رسوند در دقیقه 13 مقابل پیکان از روی نقطه پنالتی. حسن اسلامی، سمت راست خالی است، علی قربانی اشتباه بچگانه انجام داد و شاید میتونست اون حرکت رو هم انجام نده. خیلی توپ خطرناکی نبود که برای دروازه ارسال شد ولی توپ رو با دست یه جورایی کنترل کرد. آقای قهرمانی هم اعلام خطای هند او رو خیلی سریع با یک جریمه پنالتی در نظر گرفت. باز هم وحید طالبی توپ رو در اختیار میگیره، سریع پای پرتاب دست را میدازه در سمت چپ. مهدی امیرآبادی رو که دیگه باید کم کم عادت بکنیم به عنوان یک مدافع چپ او رو ببینیم. سید صالحی، آلوز، بازی رو تحت کنترل خودشون در آوردن بازیکنان استقلال و میشه گفت که یه جورایی مسلط شدن به حریفشون. سید صالحی، آلوز، باز هم به سمت راست، پاسای کوتاه بازیکنان استقلال که خیلی خوبم دارن این کار انجام میدن اما این بار موبلی توپ رو از دست میده. جهانگیر عسکری، کم تعداد هستن بازیکنان پیکان در حمله و بیشتر مراقب زمین خودی هستن. ببینیم باز هم بازیکن استقلال با این توپ چه میکنه. موبلی ارسال به درون محوطه جریمه و برگشت توپ توسط حسن اسلامی. باز هم پور اسدالله، پرتاب برای پیکان خواهد بود. چری سید صالحی رو ملاحظه میکنید در تصویر. در سمت مقابل هم علیرضا عباس‌فر است که سابقه پوشیدن پیراهن استقلال رو داره، مثل سید صالحی که با پیکان میشه گفت یه جورایی در فوتبال اونقدر درخشش داشت که توسط دایی‌ام به تیم ملی فوتبال کشورمون دعوت شد در مقطعی. ببینیم شریفات چه کار خواهد کرد با تو. بالاخره خطای حسن اسلامی رو اعلام میکنه داور مسابقه بر روی اسماعیل شریفات. وارد 20 دقیقه مسابقه شدیم. حساب کار 1-0 هست برای تیم فوتبال استقلال. آوانتاژ میده داور مسابقه اونجا. ایمان موبلی از سمت راست فرار کرده. فیلیپ آلوز، فرصت خطرناک برای استقلال میره که به وجود بیاد. سید صالحی و گل دوم. گل دوم برای تیم فوتبال استقلال توسط سید مهدی سید صالحی. پیکان قزوین 0 استقلال 2. در 20 دقیقه مسابقه این چهره در دومین هفته پیاپی موفق به گلزنی میشه برای تیم فوتبال استقلال و بازگشتش به مستطیل سبز رو رویایی تر میکنه.
شروع خوب استقلال در این مسابقه. یک بار دیگه ارسال از سمت راست توسط فیلیپ آلوز و بدون مکس با پای چپ با روی پا دروازه ابراهیم میرزاپور برای دومین بار باز میشه. الانگ فرصت برای پیکان هست. قربانی میتونه خودش هم به توپ ضربه بزنه. حالا برای جونیور رضاپور برگشت توسط امیر حسین صادقی. توپ همچنان در هوا سرگردان هست و به سمت چپ میبرن. بالاخره توپ رو بازیکنان تیم فوتبال پیکان حسن اسلامی میتونه ارسال بکنه و اولین کرنر پیکان در این مسابقه هم به دست میاد. جونیور هرناندز میره که توپ رو ارسال بکنه به روی دروازه. تشکر میکنه مهدی سید سالی از فیلیپ آلوز که توپ رو براش ارسال کرد و منجر به گل دوم استقلال شد. جونیور ارسال به تیر یک. یک سر بیستر از علی قربانی و چیزی نمونده بود که دروازه تیم فوتبال استقلال باز بشه. باید ببینیم که واکنش مربیان پیکان چه خواهد بود در مورد این گل. پیکان امروز به روی نیمکت میلاد فرهانی، سید امیر میربزرگی، سید صابر میرقربانی، صالح صدیر، زلاتان هارسانی، محسن ارزانی و مهدی تاجیک رو هم داره. سه چهار بازیکن به عنوان عناصر هجومی داره حمید علی دوستی و میتونه از اونها استفاده بکنه. تو به سمت چپ میره و سید صالحی به دنبال توپ هست. تو از خط طولی عبور کرده و پرتاب برای پیکان خواهد بود. من چند از بازی همزمان رو خدمتون عرض کردم. مهمترین بازی که امروز میشه گفت که این هفته از لیگ رو تداشای خودش قرار داده شهرآورد اصفهان خواهد بود که سپاهان در فولادشهر به مصاف زباهان خواهد رفت. نفت تهران و پاس همدان هم یه بازی حساس رو انجام خواهند داد که میتونه برای پیکان یه جوری حساس باشه. دیدار تیم‌هایی که در انتهای جدول هستن. نفت آبادان هم در تبریز در آبادان میزبان شهرداری تبریز هست و پرسپولیس هم از ساعت 17 در مقابل راهن قرار خواهد گرفت. در خط دفاعی عمران زاده، خود حنیف عمران زاده، فیلیپ آلوز کم کم داره در ترکیب استقلال جا میفته. فیلیپ آلوز با بازیکن استقلال توسط شریفا در سمت راست حرکت کرده اونجا. پژمان منتظری ارسالش رو انجام میده به هر شکل ممکن. ضربه سر سید صالحی و که در اختیار میرزاپور قرار میگیره. موبلی باز هم فرار از سمت راست. پاشنه آشیل پیکان هست سمت چپ خط دفاعی این تیم، جایی که حسن اسلامی حضور داره به همراه میثم رضاپور که در سمت چپ امروز روز خوبی نداشتن. دو ارسال از سمت راست که یکی منجر به خطای پنالتی شد و بعد تبدیل به گل شد و دیگری که سید صالحی اون رو تبدیل به گل کرد. ارسال رو انجام میده موب علی، ضربه سر و اونجا خطای سید صالحی رو اعلام میکنه داور مسابقه به روی بازیکن پیکان. ضربه سر بی ثمره حنیف عمرانزاده که راه به جایی نبرد. باز هم فرار میکنه اونجا سید صالحی. خطا اعلام شده توسط محسن قهرمانی. خطای جونیور. یک بار دیگه ببینیم در تصویر هست که چگونگی خطا رو به ما نشون میده. خطای سید صالحی به روی بازیکن کامرونی تیم فوتبال پیکان. الانگ موبری پشت توپ قرار گرفته. ارسال های خطرناکی که خواهد داشت تو این بازی ایمان موبری. ببینیم این بار چگونه توپ رو ارسال میکنه. ارسال خطرناک و ضربه سری که سید صالحی میزنه و از بالای دروازه به بیرون میره. که از فعال ترین بازیکنان
زمین بوده در این 25 دقیقه که بازی سپری شده. باز هم ابراهیم میرزاپور باید بازی رو آغاز بکنه. این 17مین دیداری است که دو تیم در لیگ برتر مقابل هم انجام میدن. در 16 مسابقه گذشته دو تیم 6 بار استقلال پیروز شده، 6 بار پیکان و 4 بار هم بازی به تساوی کشیده شده. خطای عمران زاده را اعلام میکنه داور مسابقه به روی عباس. ولی یک بار دیگه دیدیم در تصویر راسته که ضربه سری سید صالحی با اختلاف بالای دروازه به بیرون میره. فرصت دارن بازیکن پیکان تا فاصله رو به حداقل برسونن. معمولا این ضربات رو عباس فر و رضا پور میزنن. ببینیم کدام یک به توپ ضربه خواهند زد. عباس فر جدا میشه از جمع زنندگان توپ. خداوندلو اونجا با فاصله بیشتر پشت توپ قرار گرفته و احتمال داره که او هم به توپ ضربه بزنه و میتونه از این فاصله هم به توپ ضربات خوبی بزنه. حالا خود میثم رضا پور خواهد زد. رضا پور داور اعتقادی به خطای هند نداره و باز هم خطا این بار به روی میثم رضا پور. ضربه که رضا پور زد برخورد کرد به دیوار دفاعی، در برگشت خود رضا پور صاحب توپ شد و به این شکل فرزاد آشوبی او رو با خطا سرنگون کرد. حالا تو یکی دو متر جلوتر میاد تا یک بار دیگه این فرصت رو به بازیکن پیکان داده بشه تا بتونن فاصله رو به حداقل برسونن. طالب رو صحبت میکنه با دیواره دفاعی خودش. ببینیم این بار چگونه به توپ ضربه خواهند زد. شاید تصمیم عوض بشه و عباس فر این بار به توپ ضربه بزنه. به هر شکل ممکن اجازهش رو میگیره از مجید خداوندلو. خود عباس فر فرصت و در حالی که به نظر میرسه توپ به دست بازیکنان استقلال هم برخورد کرد، اما داور اعتقادی به خطای هند نداشت. الانگ رو واقعا برای رحمان رضایی. توپ رو یه تیکت دور میکنه اونجا رحمان رضایی. فیلیپ آلوز اونجا یه لحظه بره زمین رو افتاد. فرصت برای تیم فوتبال پیکان جهانگیر عسکری و توپی که به کسی برخورد نمیکنه و به بیرون میره. موقعیت جدی بازیکنان تیم فوتبال پیکان و میشه گفت اولین فرصت خطرناکه اونها به این شکل از دست رفت توسط جهانگیر عسکری. باز هم باید بازی از کنار دروازه آغاز بشه. فرصتی دست میده به بازیکنان دو تیم تا گلوی تازه بکنن. اونجا یه بازیکن استقلال هم به زمین افتاده، فرزاد آشوبی است که احساس ناراحتی میکنه. اسماعیل شریفات هم به تذکرات پرویز مظلومی گوش میده. روند روبرشت خوبی رو داشته در تیم فوتبال استقلال اسماعیل شریفات. آشوبی باید از زمین مسابقه خارج بشه تا مداوا خارج از زمین به روی صورت بگیرین. هم حمید علی دوستی که گفته بود در مقابل استقلال هم همانند پرسپولیس میتونیم خوب نتیجه بگیریم، اما تا اینجای کار میشه گفت یه جورایی مجذوبه تیم فوتبال استقلال شدن بازیکنان پیکان و نتونستن اونطور که باید خودشون رو نشون بدن. فکر نمی‌کنم هوا اونقدر سرد باشه که بازیکنان رو نیمکت بخوان خودشون رو زیر پتو قایم بکنن، اما ارزانی اونجا به همراه میلاد فرانی ترجیح دادن تا بدنشون رو گرم نگه دارن. مجیدی پس از مدت‌ها صاحب توپ شد. فرهاد مجیدی اونجا یه لحظه درگیر هم شد با رحمان رضایی و مشکل خاصی ندارن این دو بازیکن. باید بازی توسط قربانی آغاز بشه. خود قربانی جونیور توپ رو از دست میده. جونیور یک ضربه نامشخص از سید صالحی و اشتباه سید صالحی رو خیلی راحت جبران میکنه اونجا رحمان رضایی. خود رضایی باز هم دومی ضربه پیاپی که با اشتباه توهم است توسط این مدافع با تجربه فیلیپ آلوز. یک بار دیگه در سمت راست بازیکن استقلال صاحب توپ هستن فیلیپ آلوز و توپی که اونجا
خداوند رو در اختیار میگیره. اسلامی ببینیم میتونه توپ رو کنترل کنه. عباسفر یا خیر حالا در سمت چپ، خود عباسفر صاحب توپ هست، راه میندازه جهانگیر عسکری رو. کم تعداد هستن بازیکنان تیم فوتبال پیکان و همچنان خود جهانگیر عسکری. رضاپور درخواست توپ میکنه اونجا، عرض عباسفر در محوطه جریمه. حالا جونیور، خود جونیور همچنان صاحب توپ هست در سمت چپ، همچنان حفظ توپ میکنه و بالاخره توپ رو به بیرون میزنه. هافک برزیلی تیم فوتبال پیکان پرتاب رو اونجا منتظری انجام میده. ضربه نامشخص از اسماعیل شریفات و پرتاب که تقدیم به تیم فوتبال پیکان میشه. اسلامی، ارسال بلند اسلامی به درون محوطه جریمه و خروج مناسب وحید طالبرو که توپ رو به راحتی در اختیار میگیره. سری بازی رو آغاز میکنه اشتباه الوی، فرصت برای استقلال هست. فراد مجیدی، ضربه مجیدی و که برخورد میکنه به رحمان رضایی و برگشت داده میشه. آلوس هم توپ رو یه تیکه به بیرون میزنه تا یه جورایی جبران اشتباه امیرآبادی رو کرده باشه. علی قربانی کوتاه برای جهانگیر عسکری، خطا توسط امیرآبادی اعلام شده برای جهانگیر عسکری. خطاها در عدد 7 برابر هست. بیش از یک سوم از زمان مسابقه سپری شده. حساب کار همچنان 2-0 هست به استقلال. باز هم ضربه سری ضعیف از جهانگیر عسکری که هنوز نتونسته توانمندی های خودش رو در این مسابقه بروز بده. حالا فیلیپ آلوز به روی زمین افتاده و احساس ناراحتی میکنه. باز هم داور مسابقه اعلام میکنه که کادر پزشکی پیکان و برانکارد وارد زمین بشن تا بازیکن مصدوم از زمین خارج بشه. دیدار رفته این دو تیم هم در ورزشگاه آزادی با حساب 3-0 به سود استقلال به اصفهان رسید، با این تفاوت که اون مسابقه تا دقیقه 60 0-0 مساوی بود، اما منتظری دقیقه 60 گل اول مسابقه رو زد. بعد از اون میدا بودی و مجیدی هم دو گل دیگر استقلال رو به ثمر رسوندن. نمایی از نیمکت ذخیره های تیم فوتبال استقلال رو در تصویر ملاحظه می‌کنید. امروز رو نیمکت استقلال هم مازیار شعبانی دروازه‌بان امیدهای استقلال رو نیمکت نشسته. آندره لوئیس، حوار مولا محمد، آرش برهانی، محسن یوسفی، جواد شیرزاد و هادی شکوری 7 بازیکنی هستن که رو نیمکت حضور دارند. نکته جالب حضور حوار هست که با حاشیه‌ای بسیاری به استقلال بالاخره پیوست و ترجیح داده آقای مظلومی که امروز روی نیمکت بشینه. ضربه بلند حنیف عمرانزاده به زمین پیکان، رو عقب میرزاپور بدون خطر توپ رو دور میکنه. سه سالی به دنبال توپ، امیرآبادی رو راه میدازه در سمت چپ، خطای علی قربانی روی مهدی امیرآبادی اعلام شده. هم خوشحالیه طرفداران استقلالی حاضر در ورزشگاه که تیمشون تا دقیقه 35 دو بر صفر از میزبان پیش افتاده. طالبلو، ضربه بلند وحید طالبلو، برگشت رو توسط رحمان رضایی. فیلیپ آلوز، حالا فرصت برای ضد حمله هست، میتونم موقعیت رو ایجاد بکنم. بالاخره خطا میکنه اونجا فیلیپ آلوز بروی هموطنش و یک بار دیگه فرصتی دست میده تا بازیکنان تیم فوتبال پیکان روی یک ضربه ایستگاهی شانسشون رو امتحان بکنن. نوبتی هم که باشه دیگه نوبت مجید خداوندلوز که به توپ ضربه بزنه اگه میثم رضاپور اجازه بده.
بازار تاروخ اونجا داغ هست و حالا شاید جهانگیر عسکری هم بتونه به توپ ضربه بزنه. ببینیم بالاخره چه بازیکنی به توپ ضربه خواهد زد. میثم رضاپور و باز هم توپی که بالای دروازه به بیرون میره. هر بار که خداوندی اومد پشت توپ قرار بگیره بازیکنان پیکان اجازه ضربه زدن به او رو ندادن. بازیکنی که خوب هم شوت میزنه، بازیکن شماره 11 تیم فوتبال پیکان که در این فصل میشه گفت که از خوبهای پیکان هم بوده. فیلیپ آلوز، توپ در اختیار بازیکن پیکان قرار میگیره، میتونه موقعیت رو به وجود بیاره. ببینیم میرسه به توپ یا خیر که طالب رو توپ رو در اختیار میگیره. پشمان منتظری در سمت راست، موبلی اشتباه میکنه، ایمان موبلی و توپ رو در اختیار میگیره. اونجا بازیکنان تیم فوتبال پیکان، خداوندلو ضربه لونگ لب خط توسط علی قربانی به هر شکلی ممکن کنترل میشه. حالا خداوندلو خودش، بازم علی قربانی، یک و دوی ناقص بازیکنان پیکان که خوب کار نکردن تا اینجا کار. باز هم منتظر توپ رو به سمت راست میبره. شریفات موفق به کنترل توپ نمیشه و پرتاب برای تیم فوتبال پیکان شکل گرفته. باز هم حسن اسلامی، جونیور با سری بالا به اطرافش نگاه میکنه، یک و دو صحیح بازیکنان تیم فوتبال پیکان. باز هم جونیور عبور میکنه بین دو بازیکن و باز هم خطا به روی جونیور اعلام میشه و باز هم هموطنش فیلیپ آلوز هست که به رویش خطا رو انجام میده. یه نیمچه اعتراضی هم میکنه به جونیور. ببینیم یک بار دیگه در تصویر آهسته، خطا کاملا مشخص بود از فیلیپ آلوز. ببینیم این بار از این فرصت چگونه استفاده میکنن بازیکنان تیم فوتبال پیکان. مجید خداوندلو بالاخره ضربه شو میزنه، خداوندلو و باز هم توپ از بالای دروازه به بیرون میره. برمیگردن بازیکنان پیکان تا سر جای خودشون قرار بگیرن. ببینیم در تصویر راسته ضربه مجید خداوندلو رو که با اختلاف از بالای دروازه به بیرون رفت. پور اسدالله جونیور زیاد صاحب توپ شده در این دقایق جونیور و باز هم خطا به روش اعلام میشه توسط این بار سید صالحی. اولین تعویض خودش رو پیکان در 39 دقیقه بازی انجام خواهد داد. میر بزرگی بازیکن هجومی پیکانی ها خواهد بود که تا دقایق دیگر به بازی خواهد رفت. ببینیم با این موقعیت چه میکنن پیکانی ها. باز هم رضاپور، یک بار دیگه ارسال او و باز هم اشتباه از این بازیکن. دو ارسال پیاپی که هر دو هم با نواقصی روی دروازه ارسال شد که بازیکنان خودی نتونستن از اون استفاده بکنن و بالاخره توپ هم به بیرون رفت. باید ببینیم کدام بازیکن از زمین مسابقه خارج خواهد کرد. حمید علی دوستی، میر بزرگی بازیکن تند و تیز و سریع است و میتونه در کارهای هجومی به پیکان کمک بکنه. قربانی خوب پوشش میده اونجا. امیر حسین صادقی، کنترل نه چندان جالب از موب علی و برگشت توپ توسط بازیکنان پیکان. پرتاب برای پیکان خواهد بود. باز هم علی قربانی، جونیور، پرتاب این بار برای تیم فوتبال استقلال خواهد بود. با کمی فاصله ببینیم کدام بازیکن رو از زمین مسابقه خارج خواهد کرد. آیا علی دوستی
جونیور بازیکن برزیلی خودش رو از زمین مسابقه بیرون میاره. حمید علی دوستی و تابلوی موسرزا ارغوانی داور چهارم مسابقه این رو اعلام میکنه. پور اسدالله میخواد را بندازه اونجا جهانگیر عسکری رو، یه لحظه اونجا مرتکب خطا هم شد جهانگیر عسکری به زعم آقای محسن قهرمانی. ببینیم در تصویر آهسته قشنگ یکی دو بار از رو سرکول امیر حسین صادقی پرید جهانگیر عسکری و یکی دوباری هم بهش برخورد کرد. مشکل خاصی نداره صادقی و میتونه بازی رو ادامه بده. طالب رو به توپ ضربه خواهد زد در 42 دقیقه مسابقه. فرصت برای بازیکن پیکان هست. ببینیم چه کار خواهند کرد با این توپ بازیکن تیم فوتبال پیکان و توپ رو از دست دادن بازم بازیکنان این تیم. منتظری اشتباه میکنه پژمان منتظری و پرتاب برای پیکان خواهد بود. جهانگیر عسکری فرصت رو میتونن به وجود بیارن. یک بار دیگه فرصت برای تیم فوتبال پیکان و داور مسابقه که اعلام کورنر میکنه. ارسال خطرناک جهانگیر عسکری و توپی که تبدیل به کورنر میشه. تصویری از مربیان دو تیم رو هم دیدید در تصویری که لحظاتی پیش پخش شد، پرویز مظلومی و حمید علی دوستی که کنار زمین صحبت میکنن با بازیکنان خودشون. منتظر اجازه داور هست تا توپ رو ارسال بکنه. وعید طالبلو همچنان مداوم روی صورت میگیره. مشکلی نداره وعید طالبلو و میتونه به بازی ادامه بده. این دروازه‌بان خداوندلو جالب نیست ارسالش. فرصت برای تیم فوتبال پیکان. یک ضربه بعد از الون هر توپ به بیرون نرفته. خداوندلو کمک میکنه به تیم فوتبال استقلال. مجید خداوندلو با این ارسال بعدش و توپ رو به بیرون میزنه. هنوز موفق نشده این چهره فرصتی رو خلق بکنه روی دروازه تیم فوتبال استقلال. در سمت مقابل استقلالی ها از دو سه موقعیت که گیرشون اومد دوبار تونستن دروازه تیم فوتبال پیکان رو باز بکنن. هر تا برای استقلال خواهد بود. منتظری مبعلی باز هم پژمان منتظری رو دست میده اونجا فرزاد آشوبی. ببینیم چه کار خواهد کرد با توپ و توپ جهانگیر عسکری که خط طولی عبور میکنه و به بیرون میره. پرتاب برای استقلال خواهد بود باز هم. ببینیم چقدر وقت اضافه رو در نظر گرفته آقای محسن قهرمانی برای نیمی اول. فرار حسن اسلامی آفساید نیست. همچنان اسلامی و توپ رو از دست میدن بازیکن پیکان. یه لحظه باز هم یک بار دیگه پیکانی ها صاحب توپ و موقعیت. یک ضربه از سید امیر میر بزرگی و کورنری که بله اعلام پنالتی شده توسط داور مسابقه. نه به نظر رسید که اونجا میر بزرگی خطایی رو انجام داد به روی امیر حسین صادقی یا حالا حرف خاصی زد. مشخص نشد که چرا میر بزرگی کارت زرد دریافت کرد. شاید چیزی گفته و گوشای آقای قهرمانی هم طبق معمول اون حرف رو شنیده و کارت زرد رو برشکل
عجیبش بیرون میاره و میربزرگی رو با کارت زرد جریمه میکنه. سه دقیقه هم زمان تلف شده رو در نظر گرفته آقای قهرمانی برای نیمی اول. که اینجا تصفیق ارغوانی اعلام میشه. شریفات، خود اسماعیل شریفات، حرکت ترکیبی بازیکنان تیم فوتبال پیکان. حالا موقعیت دارن آلوز و تک بلند بازیکن هم شماره در تیم مقابل، میر بزرگی اجازه کار رو به او نمیده. باز هم استقلالی ها این بار رو مبعلی، یک بار دیگه خطرناک بروی دروازه و دربیه نه چندان جالبه سید صالحی که به بیرون میره. ببینیم در تصویر راسته چگونگی ضربه زدن سید صالحی رو که با پشت سر به توپ ضربه زد و توپ بیرون رفت. سید صالحی الان خطا بریه الونگ اعلام میشه توسط فیلیپ آلوز. از بهترین های نیمی اول بوده فیلیپ آلوز. میر بزرگی، عسکری، کوتاه برای خداوندلو. یک بار دیگه علی قربانی در سمت راست، ارسال به درون محوطه جریمه جالب نیست و برگشت رو توسط عمران زاده. بازم خداوندلو، یک خدای خداوندلو و میر بزرگی یک بار دیگه میخوان این کار رو انجام بدن که دیگه پاس سن نمیرسه به میر بزرگی. بازیکن استقلال توسط فرزاد آشوبی صاحب توپ هستن. الانگ با سر رو عقب برای میرزاپور. سی ثانیه تا پایان نیمی اول فرصت باقی است. نیمی اولی که استقلال با گل 13 فرزاد آشوبی روی نقطه پنالتی و گل دقیقه 20 سید صالحی تا اینجای کار از میزبان جلو افتاده. خطای بازی خطرناک اعلام شده توسط مدافع تیم فوتبال استقلال. سری بازی رو آغاز میکنن بازیکنان تیم فوتبال پیکان. کمتر از 5 ثانیه تا انتهای بازی فرصت باقی است. نگاه ها به محسن قهرمانی است. میر بزرگی و خطا. صدیق زمان تلف شدم به اتمام رسیده. ببینیم اجازه ضربه زدن به توپ میده محسن قهرمانی یا خیر. آخرین فرصت تیم فوتبال پیکان خواهد بود که تبدیل به یک کورنر هم میشه. 30 ثانیه از 3 دقیقه وقت تلف شده هم سپری شده، بیشتر از 30 ثانیه. ارسال میثم رضاپور، فرصت برای تیم فوتبال پیکان. یک بار دیگه کورنر اعلام میشه توسط داور مسابقه. بعد سوت پایان بازی در نیمی اول، برتری 2-0 استقلال مقابل پیکان. استراحت کوتاهی خواهیم کرد به همراه تمامی همکارانم تا آغاز نیمی دوم.